Shut up. Listen to me. This area is an important location. And around Pata River, Sisach. Bul Hayat Strait is here. Understand? Bahadur, خوش اومدی. شارخ. بهادر یک مأموریت پرشر و شور اینجا تنگه بولحیات بولحیات بوشهر اوه ممنون بولحیات بله این گروه هم برای حفاری میاد و هم برای اکتشاف ما دو تا مهندس خلاق و نابغه که برای لندن قیمت نجومی داره واتسون و پوچینگر حالا که قیمت دارن نگاهشون میداریم برای خودمون نامه لندن آماده ای؟ عالیه 50 تا تفنگچی حد اقل به 10 نفر بیشتر احتیاجی نیست نه نشد 10 تا کمه خیلی کم 50 تا تفنگچی ممتاز برای شما خوبه؟ برای ما من و تو میل شماست کنسولگری بوشهر 40 تا تفنگچی زبده فرستاده با اینا غارتی هم برای خودش عقل داره وقتی حفاظت بیشتر بشه میفهمه کالا قیمتی تره آفرین نوئل کارتو سپردی به کاردان خب اگر بر نمیخوره به تو محافظ شخصی داشته باشم من یه نفر هندی کافیه هر طور میل شماست با این حساب حفاظت از شما به دوش ما نیست ما داریم همکاری میکنیم با هم البته میدونید که مسئولیت رو دوش همه ی ماست بله شکلات بنا به دلایلی شدن دو تا محافظ کمپ و حفاریو میسپارم به تو لیاقت نشون بده بله آقا Thank you.
اگه بمونید اینجا تیکه تیکه تو میکنیم. فهمیدی؟ باید تسلیم بشید. شون میکنیم تا نوئل برسه. نوئل از رگولا. بریم مستر نایور، من اعتماد نکردی، دو تا محافظ با خودت آوردی، از من دور نشو، از اینا کاری بر نمیاد. شما سه نفر با این هندیا بری سراغ دلی جانا. بله چند تکون نخورید، نمیخوام کسی کشته بشه. قنسولگری پول خوبی میده بابت این کاکل زریا. واسه اینکه فکر نکنید چوخی میکنم اینو میکشم. تقصیر اونه که وسط پیشونیش خار داره. واسه اینکه ببینم این اصلا شوخی ندارم این یکی رو هم میکشم. شنیدی چی گفتم؟ تسلیم، تسلیمم، تسلیمم. کاش از من دور نمیشدی، اینا گناه داشتم. برای چی کشتی؟ نو ماتا بهادر خان. خان نیستم ولی بزرگی. من نمیدونم توی این لحظه چه عکس العملی باید نشون بدم. تو واقعا شگفتی خلق کردی. تو شایسته پاداشی.
ما انگلیسی‌ها پاداشو باور نداریم تا وقتی که لمسش کنیم. خواهش میکنم برای این پیروزی و به افتخار بهادر ما امشب رو جشن میگیری. ممنونم بهادر. ممنونم بهادر. برو به کت خدا بگو. برو دیگه. مستر نوی خالی دو اسمه دار کن. متوجه نشدم. میگم انگار اصله و مهمات دار کن. اصله و مهمات؟ نه اصلا وسایل جدیدی حفاری رو بود. آره حفاری و اکتشاف به زودی حسابی گرد. سلام. هیچ کس خبر نداد به ما؟ صلاح ندونستند حضرت اشرف. حضرت اشرف؟ نقل با پایدار خان. این طرف ها؟ سلام عرض شد شوکت خان. اوه بفرما. چه بادی انداختی به قبقب. نام بر شدی فقط من. خانزاده ای هنوز برای شوکت خان. بفرما بفرماین آتیشی برات بندازیم اجاق. بفرماین آتیش حضرت اشرف گرمتره. پس آتیش بیار معرکه‌ای. آتیشی که به عمرت ندیدی. انجمن محمدیه. خیلی بسید. بفرمید. بفرمید. خوش آمدید. بفرمید. بفرمید.
کنه. خوش آمده. بفرم. خوش آمده. بفرم. آقا نمیخوام سوار نمیشم، میخوای تا انتهای مجلس بمونم بیای؟ نمیخوام. نزن آقا، من گوشم خرابه، نزنید. اگر میدونستم شما قراره بغلم کنید خودم آماده میکردم. برو بدن سوخته بشم. بفرمایید. اصل نمیخوام. بفرمایید. میگم اصل به تشریفات نمیخوام. من پدرس بخوده بخ 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 جناب قوام نام به خانه عزیز ما خیلی خوش آمدی مزین کردی دل ما رو خوشحال کردی ما پا به رکابیم برای هر کس که علم مشروطه برپا کنه درسته همین شاباز پایدار خان کجاست که مهمان ما اینطور بدون تشریفات وارد شدن سلام برادر عزیز بفرمایید خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید بفرمایید سلام بفرمایید سلام بر دکتر مستر سلام جانم کنار برید معرکه رو ببینم بی پرنسیب بفرمایید انتظار نداشتم خوشحال شدم خیلی خوش آمدی مردم عوام تفریح میخوان، تفندون میخوان خب و عدالت عدالت خانه هم میخوان به نظر شما من برای چی اینقدر میخورم؟ معمولا دکترها برخلاف توصیه‌های خودشون عمل میکنن ممنون از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است دوست که چه ارز کنم ولی نعمت من
بزرگ من، عزیز من، سخن حضرت اشرف، صلوات بفرستید. ما صلی علی محمد و آل محمد. بفرمایید حضرت اشرف. آقایان، همقطاران و بانوان محترمه، خدا گواه است که این بنده پیش از این خفیان و گهگاه در علانیه داخل در مشروطه بودم و عن قریب اگر مکتوبات و تلگرافات من برملا می شد مقصر پلوتیکی شناخته می شدم و احضار به مرکز می شدم. همقطاران، پیمانه ظلم و بی‌عدالتی وقتی پر شد سرریز میشه. پیش از این کهنه زالوی استبداد همه چیز رو برای خودش میخواست، رخصت نمیداد که نظم مملکت با نظمیه باشه، شاکی و متشاکی با عدلیه باشه و مالیات با مالیه. و حالا که مجاهدت‌های ما به بار نشسته، یک عده کهنه زالو پیدا شدند که میخوان لوله هنگشون رو از آب مشروطه پر کنن. کجا مشروطه گفته که یه عده بخورند و ببرند و هرج و مرج بشه اینجا؟ نمیشه. ما کهنه کاران اینجا در انجمن مشروطه محمدیه جمع شدیم که اجازه ندیم معارضان و مدعیان قبول مشروطه رو افتضاح مملکتی یا بیقابلیتی ملت بدونن. از امروز هر سرجنبانی باید سر پایین بیاندازه و بشینه سر جاش. نفرمید میفه. و اما حرف آخر، مشروطه واقعی همینجاست، در این انجام، و هر کسی که ادعای مشروطه داره ولی در این انجمن نیست یا مشکل و دعوا با مشروطه داره یا با محمد و محمدیه. کار بزرگ، پاداش بزرگ. آیا نامدار به بزرگی کاری که کرد آگاه بود؟ صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. آتش‌بازی کنید.
سیفور نشنوم از بابا جدا شدی مثل کنی به چسب بهش چشم به سلامت بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. واه واه آقا بهادر خیلی خوش آمدی آقا بهادر خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید قدم گذاشتی رو چش من خوش آمدی برو سیفور بیا بریم تو بازار یه گشتی بزنیم خوش نیستم بیا گشت رو بزن خوش میشی گشت؟ تو که تورید نبود بابا استراحت یکم استراحت بکنه حالش خوب میشه همینجا پیش باباش خیالش راحت چیزی نیست خسته ی راهه حاج آقا زیا ممنون تو را خب بعد صد بار پیغام پس خام بالاخره یاد دوستان قدیم افتادی چه شد اون محبت ها قرض شما مقراض اون همه محبت برای این قرض رشته محبت بریدی از ما کار دل بود اون قرض نه کار خشت و گل چه کردی؟ چرا با قیچ و مقراض افتادی به جون محبت بهادر؟ کابین زنم بود مهریه زنم بود تضمین اون قرض نه چند تا لیر کثیف انگلیسی چه کردی تو با ما؟ چه کردی؟ هرچی خرمن کردیم آتش زد مدیون باید دینش ادا کنی مردانگی کردی و 500 گوسفند به من قرض دادی باز هم مردانگی کردی که از من طلب نکردی ولی انتظار داری از بهادر که ناجوان مردی کنه و دست رو دست بگذاره کاری نکنه انتظار نداشتم هر چقدر آبرو و اعتبار کسب کردم یک جا بفروشیش به یه مشت انگلیسی از خدا بیخبر کثیف نیست این سکه ها پول خون ماست
فقط فقط چون دستای آبادور به اینا خورده مبارکه. مهم نیست، فراموش کن. حالا بگو ببینم چرا انقدر بی‌معرفت شدی؟ آقا بهادر فقط مال طایفه و خانواده نیست امروز. اگه با ما نباشی روک بهت بگم، قوام همه ما رو جاروب میکنه و فاتحه عدالت و عدالت خونه رو میخونه. شما شهری هستی آقا زیا، زندگی شما با ما خیلی فرق داره، خیلی. نامدار خان مفصل گفته به من، بیخبر نیستم که چی کشیدی تو سرمایه سخت کوچ ممنون، ولی الان نامدار خانو داری، منم هستم، بازار، مردم، همه پشتیبانتم. انتظار دارید که بیستم جلوی قوام، جلوی انگلیس؟ اینقدر احمق نیستیم ما. حالا نسبت بشین، بفرمایید. فقط انتظار داریم غافل نباشی، با خبر باشه که انگلیس به بهانه مهندسی حفاری، کارزار نظامی و اسلحه وارد ایران میکنه تا جنوب رو برای همیشه جدا کنه. غافل نباشه که قوام چهره عوض کرده، میخواد امثال نامدار خان و ضیا رو از جلوی پای خودش برداره. مردانگی نیست فقط نگاه کنی. راستی، مردانگی، وفاداری، هرچی که نشان جوان مردی بود داره بارون نمیشه. دیگه قد نمیده عقل من. چطور راست و درست باشی و ننقضی؟ سخت شده چقدر؟ سخت‌ترم میشه. یعنی میشه رو سفید در بیای از کار وقت مرگ؟ به جوابش نمیرسی. فقط غافل نشو از دوستای واقعید. باید تقسیم کنیم. شما مراقب کشور باشید، منم مراقب طایفه. خیلی دیر میفهمیم، خیلی دیر که کی روز سفیده و کی روز سیاهه. راه اندازی روزنامه تو این مملکت به این سادگی ها نیست. باید تقسیم کنیم. شما مراقب کشور باشید، منم مراقب طایفه. جواب ندید باختید. با سکه هایی که داری باید توفنگ و فشنگ بخری. مطمئنم باری که آورده بودن اصله هست و مهمت.